چیزی رو که امروز دیدم فهمیدم جواهر منو دیگه نمیخواد. من و خواهرم و سفر رو اومدیم بریم پیش ستار. بارتان هست از ارامنه تهران. خیلی واضحه که بین ما یه جاسوس هست. انگار میدونستن داریم میریم. قدرت در دستان ستار خان. نیاز به حاکم جدید. مخبر سلطنه رو منصوب کردیم به حکومت آذربایجان. بیماری لاعلاجی شیوع پیدا کرده که البته خیلی خطرش متوجه روس‌ها نیست. یعنی مرض انداختن به جون ما؟ سفروف با سالداتی که ریشه قفقازی داره از قدیم آشنا بوده. محل استقرار توپو بهش گفته. نمیذاریم خونت پایمال بشه داداش. میخوان تبریز رو به خاک و خون بکشن. گلستان تبریز بی باغبان شد. ستارخان معامله آرد با روسا رو تحریم کرده. کنسولگری صداش در آمده. مخبر فعلا کاری ازش بر نمیاد. امروز عصر هر جور تونستی از اینجا بزن بیرون. بیا دفتر روزنامه. این نشونی منه. فقط جواهر نفهمه. منتظر جواهر دیگه عین جنزده ها شد چون همه وجودش پر از تنفره. جواهر؟ آره جواهر. اومدم بهت بگم کور خوندی جهانگیر. تو اگه بزرگتری بلد بودی که بعض حالت این نبود. صد متنفرم. من جهانو میشناسم. به صلاحت نیست. تو نباید بری بیرون. اگر میری بیرون نباید تنها بری. اومدم بگم من مقصر نبودم. امیر هوشنگ دیده بود که اون کاغذو دادین دستم. لوم داد. من عاشق مقاله های میرزا علی خان کاشی بودم. اتفاقا الان میخوام برم پیشش. اگه دوست داری میتونی با من بیای. با استادم آشنا میکنم. شاید دیگه لازم نباشه منت جواهر. صبر کن جواهر. این دختر تقصیری نداره. مقصر من. دست از سر این دختر و من اطرافیانم بردار. فریب جهانگیر رو نخور. من جهانو میشناسم. خیلی آدم عوضی. من کاری نکردم که بخوام از شما عذرخواهی کنم. شما خودتون خواستی من اینجا بمونم. از عمارت من برو بیرون. با جواهر خانم دعوام شد. باید برگردم پیش شما. ما به جواهر و شرایطش احتیاج داریم. اون خونه کم رفت آمد. البته من از تبعید خلاص شدم ولی وقتی برگشتم با چیز دیگه غیر از مشروطیت مواجه شدم. مشروطیت رو با مشروطه به درد ایران نمیخورد. یعنی کدک زدید به خلق الله. شما این همه سال اینجا آمده شد داریم. منو میشناسین ولی نمیبینین. اولین باری که با هم حرف میزنیم. اسم دختر نیناست. قفقازیه. اونطوری که شما از در خونت روندیش نباید میرم. سهراب دیگه بچه نیست. پیه سر و سامانه. میخواد زندگی کنه. این آخرین باریه توی زندگیت که تونستی به من دروغ بگی. بوی باروت میاد. خون و نون و عشق. جناب اجلان، ستارخان میخواد بره جلسه دارالحکومه پیش مخبر سلطنه. مخبر خواسته برای مهمی جلسه کنند. خب اشکالش چیه یوسف خان؟ مخبر باید بیاد خدمت سردار. امروز ستارخان یه ملته. نباید وابده با اون مردک. این کار اسمش شرفیابیه. قدر و قدرت سردار میاد پایین، دودش تو چشم ما هم میره. مطمئنم که نگاه مخبر تحقیر سردار نیست. هست. این مردک نمک خورده ای دولته. منافعش اقتضا میکنه سردار رو بزنه. لازم باشه نابودش میکنه. یوسف خان، نفع من منافع این ملت شریفه. من میرم تا همه بدونن که ما طالب جنگ نیستیم. اینجا میدون جنگه. میدون جنگ هم جای جنگیدنه. میدان جنگ بود، حالا نیست. من هم مثل شما بزرگتری و حرمت سرم میشه، ولی نمیخوام بهانه به دست کسی بدم. مخبر آمده تبریز که اینجا رو آروم بکنه. با وجود روسا کار راحتی نیست. اگر ما اتحاد داشته باشیم روسا هم حساب دستشون میاد. به شرط اینکه مخبر و دستگاه حاکمش هم برای اتحاد داشته باشن سردار. به حضرت عباس اگر حساب خصومت باشه خودم راحتش میکنم از سختی روزگار. حسن مخبر برای چی خودش نیومد؟ به چه جرأتی شما رو احضار کرده؟ اگه میومد روسا میفهمیدن حاکم تبریز ماست. اولا منو احضار نکردن و دعوت کردن. دویومن مگه روسا رو مخبر دعوت کرده بود که با سگ محل کردنش برن پی کارشون؟ پاکیتانوف مهمونی گرفته و مخبر و سلطنه رو دعوت کرده. قبلش هم در بد و ورود رفته و با این جناب حاکم ملاقات کرده. چی بهش گفته؟ سفروف تا اینجا تش رو در آورده. معلوم نیست چی گفتن. یکی هست که تمام اطلاعات ما رو به مخبر و روسا میرسونه. از همه چی با خبرم.
بازم جاسوس پیداش میکنم. قشنگ اینجا جارو بشه دست شما درد نکنه. عمو جان این لباسا رو بردار. با دستم، با دستم. با انبر داریم اونجا، انبر برات گذاشتیم. لباسا رو قشنگ بنداز که بسوزه. اصغر از این حوض آب بردار بریزیم توی دیگ، آب باید جوش بیاد. دست همگی درد نکنه. آبو بریز، در دیگو بردار بذار آبو بریزه. غفر، ابراهیم خان گلم شد. ببین اینو ببر اول دور حیات بچرخون. سلام. بعد برو تو اتاق، فقط به مریضا نزدیک نشی. چه خبره اینجا؟ اینجا شفاخونه است ابراهیم خان. روز به روزم داره به تعداد مریضامون اضافه میشه. تا دوا درمونشو پیدا نکنیم و از همینه. برات پیغام آوردم از طرف سردار، گفت اگه میتونی توی دیدار مخبر همراهش برو. تو این شرایط رفتن و دیدار با مخبر کمکی به وضع حالمون نمیکنه. البته اصرار نکرد بیای، ولی به نظر من حضورت دلگرمیه برای سردار. یعنی شما الان این همه راه اومدی که فقط همین پیغامو بدی؟ تفنگه گلن گدنش گیر کرده، میتونی درستش کنی؟ خرج داره. باشه، اولین تیرمو به خودت شلیک میکنم، اینم خرجش. تو چقدر مهربونی آیلار. بچه جون مهربونی مال قصه هاست، اینجا جنگه. پس تکلیف سربازایی که دلشون وسط میدون جنگ گیر میکنه چیه؟ اونو باید قبل از اینکه تفنگ دست میگرفتن بهش فکر میکردن. تفنگ رو درست کن، بعدم برو به کارت. اصلا بعد از اینکه اونو آوردی بهت میدم. دیگه خسته شدم. روزا باید نون بپزیم و این کارا رو بکنیم. شبا هم امیرخیزو بپاییم چاچشمی از دست سالداتای لعنتی. خودمون انتخاب کردیم. آره. خودم کردم که آفرین بر خودت. شهر شلوغ شده. خدا کنه دوباره اتفاقی نیفته. سهراب کجاست؟ ببین وقتی بهت میگم باید مراقب باشی برای همینه. مراقب نبودی، زدی پا رو آشلاش کردی، الان اینطوری شده. حالا اشکال نداره، باید استراحت کنی، این پا رو تکون ندی تا خوب شی. باشه؟ سعی میکنم. سعی میکنی؟ خب پاشو راه برو تا چلاق شی. حالا که اینطور شد تا فردا صبح هم اینجا میمونی. سوال. بگو. این دختر قفقازیه دلش پیش تو گیر کرده به نظرم. این سوال نبود، حکم بود صادر از طرف شما. حالا من یه سوال ازت دارم. بگو. فضولی؟ آره خیلی دلم خواد بدونم. بگو دیگه سوال. ببین من اصلا حال و حوصله این حرفا رو ندارم. حالم هم خوب نیست، میفهمی؟ تو این فضا هم نیستم. نمیخواستم ناراحتت کرده باشم، ولی اون از تو خوشش میاد، به توجه داره.
قاضی ها یه ولت میکنن و میرن. اصلا میخوای خودم باش حرف بزنم زیر زبونش رو بکشم ببینم مزه دهنش چیه؟ چه گیری افتادی ما؟ آیلر خانم، آیلر خانم، صداتون میکنم، بفرمایید. سردار کارت داره. بفرمایید. راجع به من حرف میزن؟ چطور مگه؟ آخه یه جوری نگام میکرد، گفت تو از من خوشت نمیاد. چه دختر واقعی بینی؟ برو قفقازی. تبریز نباید دوتا حاکم داشته باشه. صد البته شما حاکم تبریز هستید، ولی آیا این حکومت میتونه جلوی تعرض روس‌ها رو بگیره؟ میتونه از نواویس مردم محافظت بکنه؟ خب برای همینه که من اینجا هستم، برای حفظ نظم و نواویس مردم. هر دوی ما یه هدف داریم، باید دست به دست هم دیگه بدیم. شما هم کمک کنید، خواهید دید که اوضاع سر و سامان پیدا میکنه. انشاءالله. جناب مخبر، شما طوری حرف میزنید انگار که ما هدفی غیر از این داریم. تک تک این مجاهدین راحت ترن همین الان بارو بندیلشون رو ببندن برن سر خون زندگی خودشون. روسا برای عزت دادن اینجا نیومدن. فرصت لازمه تا اوضاع رو به راه بشه. هم فرصت هم غیرت. من اعتقاد دارم روس‌ها زبانی جز زبان گلوله نمی‌شناسن. این مرحله آخره. وقتی میشه با نظم و آرامش پیش رفت، دیگه نیازی به این خشونت نیست. بله. سرکنسول روس پاخیتانوف ابراز نگرانی می‌کرد برای اتباع روسیه در تبریز. یعنی نگرانی از این که ممکنه مجاهدین به اونا تجاوزی بکنن؟ قضیه جدیه سردار. نه، حرف منم جدی بود. من به شما توصیه میکنم اگر پاخیتانوف بار دیگه از شما تقاضای ملاقات کرد، اصلا راهش ندید. پشتگرمی شما به مردم آذربایجان باشه، نه به سر کنسول روس. بندم یک توصیه دارم به شما جناب مخبر السلطنه. مراقب باشین چند سوای دیگه مردم نگن حاکم تبریز، والی آذربایجان از 4 تا سالتات پاپتی ترسید. ما ندای همین مردمیم. آنچه شرط بلاغه است به شما گفتیم، خواه از حرف ما پند بگیرید خواه ملال. شما به من اعتماد کنید، همه چی درست میشه. اوضاع تبریز آشفته است. ستارخان و باقرخان از قرار معلوم با مخبر و سلطنه سر ناسازگاری برخواهند داشت. روس ها به مخبر فشار آوردند. ستار باید از تبریز حذف شود. قدرت دو تا شده. مردم طرفدار ستارخان هستند. احتمال وقوع حمله روس زیاد است. تمام. اومدم. سلام آتا. سلام یدالله. داشتم گلبازی میکردم. گلبازی میکردی؟ بازم گلبازی؟ نگاه کن، شب و روز تو این خونه گلبازی، کار دیگه ای نداره بکنه. بیا ببینم. سب کن. بذار خودم بشم. من نمیخوام خودت بشم. بابا اگه میخواستی خودت شسته بودی. ببین چی کار کرده بابا. با خودت بده من دست تو. سرعت بیار جلو، سرعت بیار جلو. برو برو بده آنات خوشیت بکنه. برو سرما میخوری یا بودو آنه.
سلام عمو جان. سلام اغلان، بفرمایید. کجا بودی ابراهیم؟ جلسه دارالحکومه نیومدی؟ اینجا کار داشتم. اینجا؟ چه کار داشتی؟ یه موضوعی پیش اومده که باید باهاتون در میون بذارم. میشه بریم داخل؟ بله البته. بفرما. یا الله. فاطمه خانم، مهمان داریم. بفرمایید. ممنونم جان. خیلی خوش آمدی ابراهیم. خب من در خدمت هستم. خدمت از ماست. حقیقتش چند وقته یه مسئله پیش اومده که میخواستم با اتون در میون بذارم. فقط منتظر بودم یه فرصت مناسبی پیش بیاد. راستش چطور بگم؟ من این حال و هواها رو خوب میشناسم اغلان. چیه؟ زن میخوای؟ ها؟ خب حالا کی هست؟ این دختر کی که ابراهیم ما رو پریشون احوال کرده؟ آیلار. آیلار؟ آه خوب خوب عمو جان، من پدر ندارم. شما واسه من هم مرادی، هم فرمانده، هم پدر. اگه سلام نمیدونین که اصلا مهم نیست، ولش کنید. عین خودمی، زود جوش میاری. ببین، آیلار دختر نجیب و مجاهد شجاعیه، ولی پسرم از تو خیلی بزرگتره. میدونم. خیلی خوب، شرط مروت این که بهت میگفتم. از نظر من هیچ مانعی نداره. تو یادگار برادر خدا بیامرزم هستی، جایگاه پسرم رو داری، آرزوی خوشبختی تو رو دارم. اگه مشکلی با این خاتون نداری، منم نه نمیگم. فقط باید نظر آیلا رو هم جویا بشم. ممنونم جان. اجازه بدین. تشریف میبری؟ با عزتون رفع زحمت میکنم. خدا حافظم جان. خیر پیش اغلوم. چرا رفت؟ بیقرارتر از این بود که اینجا بمونه. صدای ساز و دهان میشتوم سردار. عروسیه؟ تا خدا چی بخواد؟ تا شما چجور هنرت رو خرج کنی؟ پس رشته این وصل من باید بریسم. حالا دلش پیش کی گیر کرده؟ آیلار. به سلامتی. آیلار رو بذار به عهده من. من زبونشو خوب بلدم. من یه عمر زندگیمو گذاشتم رو دوش شما فاطمه خانم. اگر شما نبودید که ستار این نبود. کاش بیشتر از این از دستم برمی اومد براتون انجام میدادم. که بیشتر شرمنده بشم ها؟ اختیار دارین. این چه حرفیه؟ این روزا شدم سنگ صبور دخترای مجاهد. یکیشون سارا نامیه. پاییز گذشته شیرنی خوردم براش با رحیم کفاش، ولی هنوز طفلکی ها نتونستن برن سر خونه زندگیشون. مشکل جهیزیه دارن. خیلی هم خانواده با آبرویی هستن. میخواستم اگر شما اجازه بدین یه کمکی بهشون بکنم. خیلی خوبه، حتما این کارو بکن.
از جنگ و قحطی و نداری همین برام مونده. سر عقد به هم دادید یادتونه؟ کمه ولی کمکشون میکنم. تو مایه مباهات منی فاطمه جان. نمیدونم تو چطور از همه چیز خودت انقدر ساده میگذری. یه لبخند برای تو از عشقت ارزش بیشتری داره. پس به من اجازه میدی؟ خواب نداری تو؟ خوابم نبرد گفتم بیکار نشینم. چرا دوخت و دوز؟ از یه چیزی ناراحتی؟ نه ناراحت نیستم. و چرا کله سر نشستی اینجا؟ داری دوخت و دوز میکنی؟ ناراحتی؟ هر کی کله سحر لباس بدوزه ناراحته؟ نه، هر کی سر صبح جواب سربول با آدم بده ناراحته. من هر کی نیستم. البته. تو چرا کله صبح بیداری؟ من باید برم شفاخونه. تمام فکر و ذکرم اونجاست. شما هم بهتر زود جمع کنی با من بیای. من کارم تمام شد خودم میام. هر طور میلت قفقازی. چرا به هم میگی قفقازی؟ تأخیرم میکنی؟ خدا نکنه من بخوام شما رو تأخیر کنم. من قفقاز رو دوست دارم، برای همین میگم قفقازی. قفقاز جزی از ایران بوده، حالا مصادره شده. چه بخوان چه نخوان قفقاز گوشت تن ایرانه، حتی اگه روسا شما رو تبعی خودشون بدونن. غلط کردم. باش، شما این دوخت و دوزت رو زود تموم کن، پاشو بیا شفاخونه کمک من. زود باش قفقازی. چطوری صیاد؟ صیاد که فعلا شما این. چیکار میکنی؟ مگه نمیبینی؟ ببینم. چی میگفتی؟ این فضولیا به تو نیومده. خیلی وسواس داری فاطمه خانم. خوشم اومد. اختیار داری. پای وسواس نذار سردار. مجاهدین تبریز باید سروازی مرتب داشته باشن. همه باید بدونن پشت این مردهای محکم زنای محکمتری هم هستن. این که شما مثل کوه پشت ستاری، از راه رفتنم معلومه، دیگه به لباس نمیرسه. اگه خدا بخواد راهی اردبیلیم. قائله شورشی ها مثل دمل چرکیده هم باز کرده. مردم در وضعیت بدی هستن، باید کمکشون بکنیم. بازم جنگ؟ مردم اردبیل هم خواهر و برادرهای ما هستن. دلم رضا نمیده تو این وضعیت تنهاشون بذارم، باید کمکشون بکنیم. مگه این خاک چند تا سردار مثل ستارخان داره؟
زکات این شجاعتتون رو باید یه جور بدین آقا. ای وای، باز خودت گلی کردی که بیا اینجا ببینم. بدو یدالله چه اینطوری کردی؟ مام سر صورتش خواهم خوله. وای من، دست ازم تو. بذار خودم نه. تو نمیتونی. بذار خودش بشونه. بذار یاد بگیری چه جور خودش رو خوش بکن. چه چه منو خیس کردی؟ آب روشنایی دیگه. آب روشناییه؟ خیلی خوب، بگیر ببینم. بذار چه کردم من؟ سلام سردار. سلام دخترم. بایروز خوش اومدی آیلار جان، منتظرت بودم. مزاحمتون شدم فاطمه جان. یالا جان بریم لباس رو عوض بکنم. آقا جون سر تا باد خیس شده. غیبت داشتید؟ انجمن بودم سردار. رفته بودم دیدار مخبر السلطنه. خدا بخواد باید قشون راهی کنیم سمت اردبیل. کار اردبیل با اشرار بالا گرفته. منم باید در رکابتون باشم سردار. بسم الله، خدا خیرت بده دختر. بسم الله. بریم بریم یاد الله. خوش اومدی. زحمت کشیدی. خیر باشه فاطمه جان، صدام زدی. بله خیره. اول بگو ببینم حال مادرت چطوره. خوبه خدا رو شکر. هر وقت یه نصف روز وقت آزاد پیدا میکنم میرم یه سر میبینمشون. خدا خواهرمو نگه داره، خیلی هواشو داره. بالاخره که چی؟ نباید به زندگی سر و سامون بدی؟ بعد اون شوهر خدا بیامرزت تو آلاخون والاخون موندی؟ چیه؟ میخوای شوهرم بدی؟ یعنی قبول نمی کنی؟ آخه فاطمه جان، تا این همه دختر ترگل و ورگل ریخته کی میخواد یه بیوه مجاهدو بگیره که تفنگ دست گرفتنش بهتر از آشپزیشه؟ اول از اینکه هر چیزی به موقعش. تو که از اول تفنگ دستت نبود. وقتی پای جونه مردم اومد وسط تفنگ دستت گرفتی. درسانی زیبایی و جوون، حیف جوونی تو آتیش جنگ بسوزونی. تا فرصت هست باید زندگی کنی. حالا کی هست این بخت برگشته؟ غریبه نیست، میشناسیش. یعنی فکر میکردم خودت تا الان حد زده باشی. از اقوامه. ابراهیم پس بهت گفته؟ نه، سر به زیرتر از این حرف هاست. ما زنا اینجور چیزا رو زود میفهمیم. رفتارش جلو جلو حرف دلش رو زده. خودت میدونی که چقدر پسر خوبیه. تمام شرایطت هم قبول کرده. فاطمه جان بگی بله، همین عید اول برای سفره عقد میچینم. یا الله فاطمه خانم، من دارم میرم منزل جناب استقط الاسلام برای شور. شما با من کاری نداری؟ خیر پیش سردار. خدا نگهدار. در رکابم سردار. نه این که حرفی نداشته باشم، نه، راستش روی زدنشو ندارم. اجالتا که راهی میدون جنگم. شما که میدونین ما نمیتونیم سردار رو تنها بذاریم. من قسم خوردم که در رکابشون باشم. میرم اردبیل. اگه برگشتی بود که دوباره حرفشو میزنیم، اگه نه قولی نداده باشم که دلی به خاطرش بسوزه. خداحافظ. نگه دار، نگه دار.
سلام. سلام سردار. سلام. خوب شد دیدمت. تو راه انجمن بودم. خیر باشه سالار. شنیدم رفته بودیم پیش مخبر. بله. قضیه شورشی ها بود. قائل بالا گرفته. باید قشون روانه کنیم سمت اردبیل. غلط کردن پدر سوخته ها. کی راهی میشیم سردار؟ تو اینجا میمونی در تبریز. یکی از ما باید همیشه تبریز باشی. اوضاع تبریز قابل اعتماد نیست. اما سردار به این مخبر هم اعتمادی نیست. نکنه کاسه زیر نیم کاسهشون باشه. به همین دلیل میگم تو باید اینجا بمونی. حالا ایوحال من دارم میرم خدمت جناب ثقت الاسلام برای مشورت. شما بهترین کار رو میکنی سردار. منم برم انجمن. باید قشون رو هرچه سریعتر آماده بکنیم. دل من به شما گرمه اخوی. ما هم دلمون به شما قرص سردار. خیر پیش سالار. خدا نگهدارتون. من دستم آقا. ما هر کجا که باشیم زیر سایه علمای اسلام هستیم. خواهش میکنم. نمیخواستم مصدع اوقات شریف شما بشم. خانه آقا ثقت الاسلام خانه امید اهالی تبریزه. من سرباز شما و علمای ثلاثه نجف هستم. شما و سالار مرد خطرید. افتخار ایران هستید. خدا قوت سردار. آقا جان اومدم برای مشورت و کسب تکلیف. توکلت علی الله. در خدمتم. بفرمایید. هاشم آذربایجان مخبر السلطنه درخواستی کرده از مجاهدین تبریز بابت دفع اشرار از خطه اردبیل. مردم اردبیل به زحمت افتادن. تعرضی خطیرتر از بلای روسا. بلای افتاده به جون خلق خدا که خودمون به خودمون رحم نمی کنیم. رحم و مروت دل خوش می خواد سردار. خداوند تعالی به همه ما رحم کند انشاءالله. الهی آمین. وظیفه بنده خدا چیه این وسط؟ اشرار دور برداشتن. البته مخبر می گفت که قشونشون زیاد نیست. انشاءالله با جدیت مجاهدین تبریز کارشون رو یکسره می کنیم. البته من از اوضاع قشون اونها بیخبرم، ولی اگه مردم اردبیل نیاز به کمک داشته باشند تکلیف شرعی که به دادشون برسید. جناب مخبر اطمینان داره، حاکم آذربایجانه، میخواد اشرار رو سرکوب بکنه. پس من با اجازه شما راهی میشم. سالار هم با شما میان؟ خیر، در تبریز میمونه. تبریز رو نمیشه رها کرد، اون وقت به روسها خیلی خوش میگذره. حضرت آقا، این مخبر و سلطنه راست و دروغش پیدا نیست. سردار قشون نکشه اونجا به درد سر بیفته. آقای کانی، من تصورم این نیست. البته اوضاع مملکت زیاد جالب نیست. احتیاط شرط عقله. اول احتیاط، بعد اعتماد. همه ما ملزم به حفظ مشروعیت، ملیت و امنیت ملت شریف هستیم. آقا جان، دعا بفرمایید. خداوند تعالی نگهبان شما باشه انشاءالله. بفرمایید آمو جان. پاییزه من الان برمیدردم. آیلا
میخواستی بدون خداحافظی بری؟ وقتی نمیدونی برمیگردی یا نه دلنگرون میشی که بگی خداحافظ. معلومه که برمیگردی، من چشم به راهتم. نباش. چرا؟ آخه کدوم آدم عاقلی چشم انتظاری یه مجاهد از خودش بزرگتر میمونه که اونم تازه داره میره جنگ؟ دیوونگی تو ذاتم آیلا، اصلا کی گفته عاقل باشم؟ من میخوام که عاقل باشی. نمیتونم. میتونی؟ زمان یادت میده ابراهیم. با امید دیدار ابراهیم. امیر هوشنگ، بده من میبرم. بده دیگه. آشغال امروز شیطونی کردی، مامان رو اذیت کردی. آره دختر گلم، ماه گل مامان، به همه گفتی جب نگات کنن، خودم حسابشونو میرسم. چقدر قشنگی دختر خوشگلم. خانم جون، ناهارتون از دهن نیفته؟ خانم جون، من میخواستم با اتون دو کلمه حرف حساب بزنم. بزنم؟ هر شب چارقد سر میکنین میرین کرور کرور پول بیزبون رو میدین به اون رمال شارلاتان. از کجا معلوم آدم نداره براش خبر ببرن؟ به خدا اگه به منم باشه میتونم دو قرون بذار کف دست همین امیر هوشنگ اگه مغور نیومد. خانم جون، من به خدا نگرانتونم. یه نگاه تو این آینه بندازی؟ اصلا این خونه دیگه خونه نیست، شده غمکده. چرا؟ چرا چی خانم جون؟ چرا نگرانمی؟ چون دوستتون دارم. بخواین نخواین الان فقط دیگه منو داری. صبح تا شب دارین با این عروسک فر میرین. خانم جون، این عروسک ماهگل نیست. بهش دست نزن. نباید صبح تا شب با این حرف بزنین خانم جون. همش یه عروسک، نگاه کنین پارچه است، هیچی نیست. نگاش کن خانم جون. بهش دست نزن. بذاری سر جاش. خانم جون نگاش کنی. میگم بهش دست نزن. چی نیست عزیزم؟ بده. به خدا فقط یه عروسه که نمیذارم دیگه وقتش با. میگم دست نزن. ببخشید. چیزی نشد. خوبی؟ میخوای بری؟ تو نباید بری لیلی.
چه خونه خودت بیرون خیلی خطرناکه. من معذرت میخوام. بیرون هر چقدر خطرناک باشه از اینجا بهتره. حداقل 4 تا آدم عاقل توش پیدا میشه. این خونه اولین چیزی که ازت میگیره. لیلی تو نباید بری. مگه نگفتی منو خیلی دوست داری؟ گفتی هیچ وقت تنها نمیذارم. خب اگه تو بری من خیلی تنها میشم. از بچگی هیچ کی دوستم نداشت. هیچ کی. به جز مادرم. مادرم خیلی دوستم داشت. زود حسب گرفت مرد. این جهانگیر. این جهانگیر خیلی اذیتم میکرد. اصلا دوستم نداشت. مادر جهانگیرم همینطور زن دوم بابام. خیلی اذیتم میکرد. خیلی کتکم میزد. کوچک بودم. مرض گرفت. مرد. امیر هوشنگ گم شو. پدرم هم منو دوست نداشت. پدرم هم منو نمیخواست. 20 سالم بود. 19 سالم بود. آره 19 سالم. شوهرم داد به سفیر ایران تو فرانسه. یه پیرمرد 60 ساله. منم مثل همه دخترها 1000 تا آرزو داشتم. میدونی لیلی جان، فکر میکردم یه شازده ابرو کمون قجری منتظرم. یهو به خودم اومدم، دیدم نشستم سر سفره عقد یه پیرمرد افیونی چلاق که چند تا بهار از آقا جونم بزرگتر بود. چند تا بهار. اینجا چی میخوای شیون؟ اینجا چی میخوای شیون؟ دست به زن داشت. خیلی منو میزد. خیلی. فرستادنم فرانسه. من از پاریس رویاها چیز زیادی یادم نیست به جز دخترای فرنگی با موهای قرمز و عطرهای غلیظشون که هر شب تو اتاق شوهرم آمد و شد داشتم. صدای خنده هاشون نمیذاری صدای گریه های منو بشنوند. صدای خنده هاشون. صدای خنده هاشون اذیت. صدای خنده هاشون هنوز تو میشه. خیلی عزیزت. او خدا. خدا. فقط یه دلخوشی داشتم. یه دلخوشی. بچه‌ای که تو شکمم بود. خیلی دوستش داشتم. حسش میکردم وقتی تکون میخورد. لیلی خیلی دوستش داشتم. لگد میزد. کجای دنیا دیدی جواب لگد بچه رو با لگد بدن؟ کتکم زد. زد تو شکمم. من یهو تب کردم. به خودم که اومدم فهمیدم بچه سقط شد. حالم خوش نبود. برم گردوندن ایران، منزل پدرم. طلاقم نمیداد. طلاقم نمیداد. آخرم خدا طلاقم رو صادر کرد. انقدر عمر کرده بود که بمیره. مرد. ما اینجا چیکار میکنیم؟ نه ما اینجا چیکار میکنیم؟ چرا من انقدر برای تو حرف زدم؟
چرا این چیزها رو برای تو تعریف کردم؟ مگه بهت نگفتم اینجا نباش؟ سهراب رو برات بگم. آخ سهراب، طبیب سهراب، اولین باری که دیدمش لحظه اول عاشق شدم، لحظه اول عاشقم شد. زنده نمیموندم اگه نوشداروی سهراب افاقه نمیکرد. سهراب فقط طبیب نبود، همون شازدهی بود که جواهر تمام عمرش تصور میکرد. قرار بود دوا بده، نه اینکه دوا بشه. طبیبی که شد دوا، جواهر رو شفا داد. دلم رفت. چه عشق. خیلی دوستش داشتم، خیلی دوستم داشت. اون خواستگاری کرد و پدرم مخالفت. می گفت دختر رفیع الملک باید زن وکیل و وزیر بشه، نه یه طبیب علفی. از پدر انکار و از من اصرار. گفت یا من یا سهراب. گفتم سهراب. گفتم نوبه قبل به امر تو شدم زن سفیر دولت مطبوعه ایران، این نوبه حرف دلمو گوش میدم. منو بیرون کرد، اومدم تو همین خونه که ارثیه مادرین بود. عاقد خبر کردیم با سهراب. بذارین همینجا تموم شه، بذارین آخرین خاطره بعد از گذشته باشه، انگار که قبلش اصلا نبود. میتونی لیلی جان، بهترین لحظه زندگی یه زن لحظه ای که بعد از درد سایمان نوزادو میذارن تو آغوشش. زندگی من از لحظه شروع شد که ماه گلم رو گذاشتن تو آغوشم. ماه گلم. ولی من هر دوتا رو از دست دادم. حسین دوام بیار، بگو داروهامو بیارم.